حکومت سعودی همچنان به اجرای حکم اعدام ادامه می دهد و گویا تصمیم ندارد نام خود را از لیست جهانی رکوردداران اعدام خارج کند. در همین راستا سازمان افه بین الملل از رئیس جمهور فرانسه خواست بر ولی اهد سعودی برای نجات هفت جوان عربستانی که با مجازات اعدام روبرو هستند فشار بیاورد. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. عف بین الملل از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواست که طی مذاکراتش با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بر اهمیت حقوق بشر تاکید کند و پرونده هفت جوان عربستانی را که به اعدام محکوم شدند مطرح کند این سازمان اعلام کرد این جوانان در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند و یکی از آنها 12 ساله بوده است و اکنون با خطر اعدام قریب الوقوع مواجه هستند. اگنس کالامار دبیر کل اف بین الملل گفت ما نهایت تلاشمان را می کنیم تا رئیس جمهور فرانسه در مذاکرات با مقامات عربستانی خواهان عدم اعدام این جوانان شود. شش تن از جوانان با اتهامات مرتبط با تروریسم و دیگری با حمله مسلحانه و قتل محکوم شدند. اف بین می‌گوید که این حکم ها منصفانه نبوده و بر اساس اعتراف هایی که تحت شکنجه از آنها گرفته شده صادر شده است. با نگاهی گذرا به آمار اعدام شدگان در این کشور می به راحتی پی برد که شیعیان جزء بیشترین افراد اعدام شده توسط حکومت سعودی نسبت به جمعیتشان در عربستان به شما میروند. حکومت سعودی در مناسبت های مختلف و به بحانه های گوناگون شیعیان به ویژه جوانان را بازداشت و روانه زندان کرده و بعد از محاکمه سوری آنها حکم اعدام برای شیعیان بازداشت شده صادر و آنان را اعدام می کند. در همین راستا آخرین باری که جوانان شیعه توسط حکومت سعودی اعدام شدند حدود ده روز پیش بود، جوانان اعدام شده به بهانه شرکت در اعتراض ها علیه حکومت آل سعود حدود 7 سال پیش بازداشت و در زندان به سر می بردند این جوانان شیعه در طول این مدت متحمل انواع شکنجه روحی روانی و بدنی نیز شده بودند و به گفته خانواده هایشان از آنها به زور اعتراف گرفته شد و در نهایت آنان را اعدام کردند فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه